به نام خداوند بزرگ و بخشاینده و بخشایشگر و مهربان و با درود و سلام و صلوات بی عدد و بی پایان بر امام الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و آل و اصحاب گرامی ایشان. سلام بیننده های عزیز، خوشحالم که باز هم در خدمت شما قرار گرفتم با جمع همکاران خوب خود با تقدیم برنامه ریان. نگاه های خوبتان ده میخوام که تا آخرین لحظات مهمان برنامه ما باشه. امیدوارم که ما را ترک نکنین و برنامه خود تا آخرین ثانیه ها ببینیم. با ما هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صدق الله العظيم. به ادامه برنامه ریان خوش آمدین بیننده های عزیز. ممنون که باز هم بیننده این برنامه ارزشمند و خوب هستین. امشب هم توفیقی رو داریم که در خدمت شما باشیم با کارشناسی مولانا عبدالغنی جمشیدی معاون ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت هرات. خیلی خوش آمدین جناب مولانا به برنامه امشب. ممنونیم که دعوت ما پذیرفتین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت باشیم. من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیز شما و تمام بینندگان عزیز برنامه ریان. انشاءالله که صحتمند و به امید قبولی اطاعت عبادت زنده باشین. بحثی که امشب بیننده های عزیز میخواییم با حضور جناب مولانا او بپردازیم، بحث تأثیرات ماه مبارک رمضان بر انسان روزدار هست و میخواییم سوال ایت پرسان بکنم که
روزه ماه مبارک رمضان و این ماه مبارکت با ما انسان‌های مسلمان چه میکنه؟ چه تغییراتی در ما به وجود میاره؟ خب ما اگر خواسته باشیم تأثیر ماه مبارک رمضان را سر انسان‌ها بررسی کنیم، بعد برگردیم به گذشته. بله. مثلا روزه در زمان حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم چه تأثیر سر از اونا داشته؟ از خود رسول الله مبارک شروع کنیم. ببینیم حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم همیشه حریص به طاعت عبادت بودن. که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم همیشه تشنه عبادت و طاعت بودن، ولی در ماه مبارک رمضان تغییر میکردن. حالت رسول الله مبارک تغییر میکرد، به خصوص باز در عشر اخیر ماه مبارک رمضان و در دهه اخیر، مگه چنان اینا حرص به عبادت پیدا میکردن که شب و روز اینا به سلام مشغول عبادت بودن. و صحابه کرام را اگر ما بررسی بکنیم میبینیم که در ماه مبارک رمضان اونها خیلی تغییرات مثبت رونما میشد سر از اونها. حالت اجتماعی را فرق میکرد، حالت اخلاقی را بهتر از گذشته میشد. بله. در زندگی فردی و تغییرات به وجود می آمد و وابسته ای به عبادت می شدن. و وقتی که به آخر ماه مبارک رمضان می رسید، آنها چنان عاشق و دلباخته بودند که تمام خصوصیات یک فرد کاملا صحیح و سالم و مسلمان 100% در از اونا رونما می شد، از برخورد از اونا و از صحبت از اونا. پس به ما اساس لازم است که ما هم باید در ماه مبارک رمضان چنان برخورد داشته باشیم و چنان مشغول به اعمال و کردار نیک باشیم و مشغول طاعت عبادت باشیم که سر رفتار ما و کردار ما تاثیر کنه. وقتی که ما به آخر ماه مبارک رمضان میرسیم، بعد انسان‌های متغیر از ماه گذشته باشیم. وقتی داخل ماه مبارک رمضان میشیم، دیگه بعد اون انسان قبل از ماه مبارک رمضان ما نباشیم. بعد فرق کنه رفتار ما، کردار ما، گفتار ما، شیشت برخست ما، نحوه برخورد ما با همسایه ما، با به اصطلاح همیمی پدر و مادر، با خانواده، با فامیل، با خود، همگی باید تغییر کنه. که یعنی وقتی که یک خانواده و یک فرزندم حتی اگر وقتی که سعی کنه بفهمه که این ماه مبارک رمضان چه کار کرده، تأثیر گذاشته روی سر انسان. این است که لازم است و ضروری است که رمضان ما را تغییر بده. اگر رمضان آمد و ما را تغییر نداد، او رمضان برای ما نیست و مبارک نیست برای ما. رمضان زمان مبارک میشه که ما را تغییر بده. صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان این رنگ و بویی را که شما اشاره کردین، اینا را از پیامبر چگونه گرفته بودند؟ در ماه مبارک رمضان اونها چگونه بودند؟ ببینیم صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم انسان های عاشق بودن، اونا عاشق پیامبر بودن، عاشق سیمای پیامبر بودن و جمال پیامبر بودن. همیشه کوشش میکردن که از لحظه لحظه گفتار و کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم تقلید کنن. بله. کوشش میکردن که ببینن پیامبر صلی الله علیه و سلم امروز چه اعمال را انجام میده، انمور برای خلقو قرار میدن. و صحابه در ماه مبارک رمضان از پیامبر یاد گرفته بودن و درس گرفته بودن و اخلاق پیامبر سر از اونها تاثیر کرده بود. بله. پیامبر عاشق قرآن بود، ولی در ماه مبارک رمضان دیوانه قرآن میشد، تلاوت قرآن فوق العاده بالا میرفت. به همون منوال صحابه کرام هم همونطور بودن. در ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن چند برابر اضافه میشد. اینا الگو میگرفتن از پیامبر صلی الله علیه و سلم. این بود که اونها من حیث صحابه واقعی بودن و عاشق و دلباخته رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن. برمیگردیم باز هم به ادامه این موضوع و بیشتر میشنویم از تعامل صحابه کرام و بزرگان دین و میایم تا به عصر خودمان انشالله که ما چگونه با رمضان تعامل داریم و رمضان و روزه چه تأثیری بر ما امروزه میگذاره. انسانهای قرن 2021 که ما هستیم، ما چگونه هستیم در ماه مبارک رمضان؟ متاسفانه خیلی از ما و تأثیراتی که ما جناب مولانا گفتن روزه بر ما نمیگذاره و برعکسی هست. متاسفانه در خیلی از ماها برعکسی عمل میکنه، در حالی که روزه داریم، یعنی سحری میکنین و در طول روز چیزی رو نمیخوریم، نمیاشامیم،
در نمازها هم اشتراک میکنیم، ولی او خیر و برکات و فضایل نصیب ما نمیشه. این که چرا این موضوع هست و چرا ما نمیتونیم مثل صحابه، مثل بزرگان دین از رمضان برکات بگیریم، بعد از یک میان برنامه انشاءالله که با شما روی ازی بیشتر گفتگو میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسادت داشتن نسبت به دیگران یکی از جمله مواصفات بسیار بد اخلاقی است که گناه بزرگی نیز با خود دارد. بر هیچ انسان مسلمان مجاز نیست که نسبت به دیگران حسادت داشته باشد. خدای تعالی از یک انسان مسلمان حسود باشه نهی به عمل آورده و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیز در احادیث گوهربار خویش همواره ما مسلمانان از این که نسبت به دیگران حسادت داشته باشیم بر حذر داشته است. خدای تعالی در سوره مبارکه فلق که همه ما و شما به او سوره آشنا هستیم و در نمازها پیوسته این سوره را تلاوت میکنیم، میفرماید که و من شر حاسد اذا حسد، از شر حسود آنگاه که حسد ورزد. این آیه مبارکه نشان میده که انسان ها هرگاه که دست به حسادت بزنن واقعا خطرناک میشن. داشتن حسادت در هر انسانی هست. همه انسان ها به نحوی از آنها حسودی دارن، حسادت دارن، اما آن حسادتی خطرناک است که بروز کنه و انسان با توجه به این صفتی که در او هست تلاش کنه که نسبت به دیگران حسد بورزه. و وقتی که چنین صفت رذیله در او نشو نما کرد، منجر به این میشه که دست به اعمال خطرناکی بزنه که به مواردی از او باز ما بعدن اشاره خواهم کرد خدمت شما. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در احادیث گوهربار خود از داشتن حسد نسبت به دیگران نهی کرده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایاکم والحسد، ایاکم والحسد یعنی بر حذر باشین از اینکه دچار حسادت بشین، ایاکم والحسد بر حذر باشین از اینکه حسود باشین. فان الحسد یاکل الحسنات کما یاکل الحطب النار، حسد حسنات و نیکی های انسان را آنگونه میخوره که آتش هیزم را میخوره. یعنی همان گونه که شما وقتی یک هیزم خشک درون آتش میافکنین و خیلی زود متوجه میشین که آتش او هیزم را خورده، حسنات انسان هم توسط حسد این گونه خورده میشه. حسد یک آتشی است که حسنات انسان را میسوزانه و محو نابود میکنه. به این جهت باید یک انسان مسلمان همواره از حسادت کردن نسبت به دیگران اجتناب کنه و خود را دور بسازه. ما گفتیم که حسادت گاهی وقتی منجر به انجام کارهای خطرناک میشه. قرآن کریم برای ما به موارد بسیاری از این موارد از این گونه مصادیق اشاره کرده. از جمله در داستان قابیل و هابیل میبینیم که قابیل نظر به حسادتی که نسبت به هابیل داشت، هابیل را قتل کرد و کشت و مرتکب اولین قتل در زندگی انسانها گردید. و یا حسادت برادران یوسف، وقتی برادران یوسف دیدن که پدرشان نسبت به یوسف علیه السلام بیشتر علاقه داره و محبت و مودت داره، دست به حسادت زدن و همین حسادت اونها منجر به این شد که دسیسه بچینن و توطئه براه بیندازن و برادر خود حضرت یوسف علیه السلام را دچار مشکلات فراوانی بسازن و ادعا کنن که گویا حضرت یوسف گل خورده، در حالی که اونها در چاه افکنده بودن و بعدن هم به ثمن بخشی و به یک قیمت بسیار نازل و بی ارزش فروختن. و حوادث دیگری که بر اثر حسادت اونها در داستان یوسف علیه السلام در قرآن کریم ما شما ملاحظه میکنیم. در کنار حسد ما شما غبطه داریم که میان غبطه و حسد فرق هست. حسد ای است که انسان زوال نعمت دیگران را به اصطلاح تمنی و آرزو کنه. مثلا وقتی من میبینم کسی موتر داره، حس حسادت من گل کنه و منجر به این بشه که من بگم خداوند موتر از این بگیره، کاش که موتر از این خراب شه که او هم نداشته باشه، او هم مثل من باشه. به این میگن حسادت. اما غبطه به معنای زوال نعمت دیگران نیست، بلکه به معنای داشتن نعمت دیگران هست. من مثلا میگم باریلاهای موتر لوکس و خوبه که برای فلانی دادی، در او مایه خیر و برکت قرار بده، برای من هم یک موتر بده، او هم همین موتر داشته باشه، من هم همین موتر داشته باشم. به این میگن غبطه. غبطه در اسلام جواز داره و مانعی برای او نیست،
اما حسد آنگونه که در پرتو آیات قرآن کریم و همچنان احادیث گوهربار رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدیم و با توجه به پیامدها و آثار بسیار بد و زشتی که بر جای می‌گذاره دیدیم که منهی عنه است و بر هیچ انسان مسلمان بایسته و شایسته نیست که نسبت به دیگران دست به حسادت بزنه. به ادامه برنامه خوش آمدین بیننده های عزیز. قسمی که قبلا عرض کردم، روزه ماه مبارک رمضان در زندگی بزرگان دین و گذشتگان ما تأثیرات بسیار خوبی داشته. قسمی که جناب مولانا گفتن در امر خیر و نیکوکاری مثل باد بری، میبینیم که تند بودن و سری بودن و یک لحظه در جای درنگ نمی کردن. و در امر عبادات همچنین، در تلاوت قرآن همچنین، اخلاق خوب اینا که عالی می شده و دارای اخلاق حسنه بودن و در این ماه بیشتر نمونه اخلاق بودن برای ما. ولی برعکس در شرایط کنونی می بینیم که یک تعداد روزه می گیرن و نمازها را ادا می کنن و او بایدها و نبایدهایی که در ماه مبارک رمضان هست اینا را انجام میدن، ولی به او مدارج بالایی از اخلاق که لازمه میبینیم که بعضی از ماها نمیرسیم. مثلا شکایت میشه که اخلاق خوب در خانه نداره، شکایت میشه که برخورد تون میشه، هیچ صحبت کرده و حرف زده نمیشه با کسی که با بزرگ، مثلا هم کسایی که کلانتر هستن، این موضوعات بیشتر شکایت ها از اونه. جناب مولانا چرا این قسم هست؟ یعنی وقتی یک نفر بزرگ خانواده هست میگه روزه دارم دیگه کسی وارد خانه ای که مستم نشه، با من حرف نزنیم، سر صدا نباشه، موضوعاتی از این قبیل و در کوچه در بازار زود زود عصبانی میشن، در حالی که قسمی که شما گفتین گذشتگان ما این روزه ماه مبارک رمضان این تاثیرات به اونها نداشته. ببینیم عبادت و پرستش خدا تاثیرات خاصی داره. بله. یک حلاوت و شیرینی خاصه داره. بله. زمانی که انسان‌های عابد توانستن انمو حلاوت و شیرینی اصلی عبادت هر در وجود خود لمس کردن، دارای تو اخلاق نیه. بله. ای که ما چرا یه قسم هستیم و جامعه ما چرا تو جامعه هسته، چرا تأثیر نمیکنه، چرا برای ما روزه هیچ تأثیر مثبت نمیگذاره، چرا ما تغییر نمیکنیم، چرا اخلاق ما خرابتر میشه در ماه مبارک رمضان؟ به خاطر از اینه که ما به نمو اصل اساسی عبادت نرسیدیم. بله. ما شیرینی عبادت رو درک نکردیم. اگر شیرینی عبادت رو و حلاوت عبادت رو ما بچشیم و بفهمیم و درک کنیم، نه اینکه ما این اخلاق دارای از اخلاق نمیشیم که به مراتب بهتر از این و بهتر میشیم. اینه که به اصطلاح انسان‌هایی که می‌بینیم وقتی که ماه مبارک رمضان میشه به فرموده شما دیگه کلان خانه که روزی داشت مطلق دیگه فقط نمو سرتور و روزه ای که قبول شده و استراتژی فقط نمو کلان خانه ها. در حالی که ما بچه به اصطلاح یا دختر 15 ساله و 16 ساله از اونم روزه داره، خانم خانه هم روزه داره، به علاوه از اینکه روزه دارن، خب مرد خب از صبح 6 تا شام به اصطلاح یا خوه یا به خانه 6 تا بخو که من روزه دارم، ولی خانم خانه و مثلا زن که هسته بله از اینکه دهن به روزه هست هم بچه روش میکنه، هم به بچه ها میرسه، هم قضا درست میکنه، از صبح تا به شام به نوعی داخل آشپزخانه و داخل گرمیه. در ماه مبارک رمضان غذاهای لذیذتر هم میپزن و زحمت بیشتر خیلی ببینیم غذاهای لذیذتر میپزن و بزرگ خانه توقع بیشتر هم داره که باید غذای بهتر به اصطلاح پخته بشه. این فکر رو نمیکنه که همون بنده خدا هم روزه داره. خوب دیگه اگر تو روزه داری هم داره، پس تو که روزی میگیری دیگه این نمیشه که یک مجسمه ای تو از مثلا از بد اخلاقی درست بشی. روزه نمیتونی بگیری خب برادر، دیگه باید کمک مثلا مو تاثیر کنه. وقتی که نمی خوبی عبادت تر که ما نمیفهم تغییر رونما نمیشه، 30 روز تیر میشه، این 30 روز کلان خانه بغض کرده ابوس ترشرو به گوشه خانه شیشته که من روزه دارم. چین روزه ای به در روزه فقط فرض از گردن روزه میگرده. دقیقاً سوال بعدی من این بود که در ادامه صحبت شما که اگر ما روزه داشته باشیم که همراه باشه با اخلاق به اصطلاح تند، آیا او فضایل و برکاتی که مرتب میشه بر روزه شخص روزه دار که گفت مثلا در آخر روز درهای رحمت به او باز میشه، در سحری فیض و فیوضات خاصی به او داده میشه و در آخر ماه مبارک رمضان
دروازه بهشت یا باب الریان که نام برنامه ما از او گرفته شده اختصاص داده میشه به اونها، آیا اینا این ثواب ها به او شخص هم تعلق میگیره آخه؟ ببینیم، من اشاره کردم که عبادت زمان تاثیر داره که با حسن نیت و با طیب خاطر ادا بشه. اگر به زور شما بیاییم، به زور به صلاح روزی بگیریم، به زور قرآن بخونیم، او فضیلت و او برتری که با طیب خاطر باشه ایف نداره. طبیعتا تأثیر به صلاح آنچنانی نداره و از طرفی هم فضیلت و به صلاح ثوابی که او عبادت و او روزهی که شما با طیب خاطر میگیریم با اخلاق حمیده. ببینیم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم قرآن زنده ای بود که را میگشت، قرآن متحرک بود، کان خلق القرآن. از حضرت عایشه سوال شد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اشته اخلاق داشتن، در یک کلام حضرت عایشه گفت کان خلق القرآن. اخلاق پیامبر قرآن بود، یعنی خود پیامبر میگه قرآن دوپایی بود که را میگشت، یعنی سیمای از قرآن بود. سراسر وجود اینا خیر بود، سراسر وجود اینا برکت بود، اخلاق بود، آرامش بود، متانت بود. پس یک روزه دارم زمان میتونه بگه من روزه دارم و زمان میتونه که تأثیر به صلاح خوب و فضیلت و دست زور میگیره که خود خود مزین به ایتو زینت های بکنه، مزین به اخلاق پیامبر بکنه، به صفات پیامبر بکنه، به منش پیامبر بکنه، نه اینکه به خاطر که من روزه دارم بغض کرده و حسد کرده و هم دیگه نه کودک گپ زده بتونه، نه بچه بتونه گپ زنه، خانم و خانم دیگه فقط این بچه‌ها رو یک خانه کنه بیچاره دهن به روزه مشغول باشه، اینا چوب شن که پیر شما روزه داره. چنین چیزی اصلا در اسلام وجود نداره و در خود چنین خانواده و چنین پدری که با چنین اخلاق در این خانواده است، نه اینکه خانواده خوبی نیست که در آنده تاثیرات مثبت سر خانواده ازو میگذاره و به علاوه ازو دست خود ایرم این روزه نمیتونه آنچنان بگیره که یک روزه خوب باشه. پس بهتر از اینه که با طیب خاطر روزه بگیرن که حداقل یک ماهی که زحمت میکشه الله تبارک و تعالی او رو از اون فیض به اصطلاح فیوضات خاص رمضان، رمضان از خود فیوضات خاص داره، یکی اینه که شما نفر روزی میگیره و فقط فرض از گردن ازو میگردن، بله، ولی دیگه فضیلت های خاصی هم رمضان داره. کوشش کنین که ما انسان ها ضمن از این که فرض رو ادا میکنیم از فیوضات و برکات خاص رمضان به خوبی بگیریم. مرد اونه که خوشی چینی هم بکنه، برام از اینکه کار میکنه اضافه کاری هم بکنه، این بسیار تاثیر داره. بله. پس اون بعد قدر و قیمت از این روزهای رمضان رو ما بدانیم. پدران و عزیزان ما که در خانه هستن کوشش کنن در خانه حداقل کمتر خو بشن، کمتر به اصطلاح همین گپ به اصطلاح مشغول کارهای دیگه باشن، بیشتر مشغول عبادت باشن، در خانه کمک کنن، امرای خانم و خانه که قدر از اینا رو بدانن، بله بدانن و بفهمن که چقدر مشکلات از داخل آشپزخانه. بله. خب برمیگردیم به این موضوع. خوب دقایق دیگری هم در خدمت شما هستیم و بعدن آخرین کلام ها رو خواهیم گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان تلویزیون نگین القیاس. خواهر سوال کردند که آیا اجر حسنات و جرم گناهان در رمضان بیشتر است از سایر ماها؟ بله، به جواب خواهر ما باید گفت که حسنات در ماه مبارک رمضان فضیلت بالاتری داره بنا به احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم که انجام یک حسنه به اندازه 70 حسنه فضیلت داره و در این ماه مبارک رمضان همچنین نافرمانی از الله سبحانه و تعالی و انجام معصیت و گناه هم همچنین چندین برابره تا سایر ماهای غیر ماه مبارک رمضان و انجام حسنات در مکانها هم فرق میکنه. میبینیم در حرمین شریفین در مکه مکرمه یک نماز فضیلت از او به اندازه 100,000 نمازه. در مسجد النبی سرزمین وحی و شهر پیامبر میبینیم که یک حسنه و یک نماز به اندازه 1,000 نماز فضیلت داره و انجام گناه ها هم همچنین در او اماکن مقدسه همو قسم چندین برابره.
به او اساس الله متعال به ما توفیق عنایت بفرمایه که در این ماه مبارک رمضان به حسنات خود توجه بیشتری داشته باشین. این لحظات پرفیض ماه مبارک رمضان در طاعت و عبادت و بندگی و اطاعت از اوامر او سپری کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به ادامه برنامه ریان خوش آمدین. کسایی که بیننده برنامه هستین و یاد من را که توصیه همیشگی خود در خدمت شما داشته باشم به اویی که فقرا و نیازمندان دوروبر خود را فراموش نکنین. خیلی کم هم اگر شده از سفره خود به سفره اونها هم در روزهای ماه مبارک رمضان، در شبهای ماه مبارک رمضان ارسال بکنین تا اینکه سفره اونها هم رنگ و رونق داشته باشه و لذت ببرن از افطارها و سحریها. به ادامه برنامه میخواییم باز هم بر بگردیم به موضوع خود و سوال همه از جناب مولانا که در کشورهای دیگه طوری هست جریان که وقتی شدت و مشکلاتی میایه، البته این مال ما مسلمان ها بوده، قبل از همه باید بگم که مسلمان ها عادت خوب داشتن، ولی فعلا مسلمان ها فراموش کردن عادت و اندازه کم شده در بین مسلمان ها. وقتی سختی و شدتی می آماده، مسلمان ها در گذشته دست خیلی نزیاد بازتر بوده، قرض می دادن، قرض الحسنه به همدیگر می دادن، توجه بیشتری به همدیگر می کردن، قیمت ها رو پایین می آوردن، ولی برعکس در شرایط ما این عادت مربوط به کشورهای دیگه بیشتر میشه و کشورهای اسلامی می بینیم که احتکار زیادتر میشه در زمان سختی، در زمان شدت. چنانچه در همین شب روزها در جلوتر از ماه مبارک رمضان هم موضوع کرونا دیگه تأثیر همه دیدن، این موضوع عیان شد. در ماه مبارک رمضان بدون این موضوع هم همه ساله میبینیم قیمت ها بالا میکشه، احتکار زیاد میشه، اجناس خیلی اندک و ناچیز میبینیم که قیمت چند برابر میشه. چرا ما مسلمان ها دارای همچون به اصطلاح اخلاق باید باشین، دارای همچون منشی باشین که رحم نکنین به همدیگر، حتی در وقتی که برکات زیادتر میشه، پاداش ها بیشتر میشه، ما میاییم کوشش میکنین که خود وارد معصیت بکنین، وارد نافرمانی بکنین؟ ببینیم، من به دو موضوع ما اشاره کنم. یکی اینه که یادم از مقوله آمد که حضرت سید جمال الدین افغانی میگه، میگه من در کشورهای کفری و در بلاد کفر مسلمان ندیدم و اسلام چرا؟ اسلام را دیدم ولی مسلمان ندیدم. در بلاد اسلامی و در شهرهای اسلامی من مسلمان دیدم ولی اسلام را ندیدم. این خیلی گپ جالبی هست. به این معنی که در کشورهای اسلامی مسلمان هست، میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، ولی اخلاق اسلامی نداره، روش اسلامی نداره، برخورد اسلامی نداره. در زمانهای قدیم شما وقت تاریخ را مطالعه کنیم دوستان ما و بینندگان عزیز، بیشترین کشورهای کفری توسط تاجران مردم اینا مسلمان شدن. وقتی بررسی کنیم اکثر تاجران مسلمان وقتی که در کشورها سفر میکردن مالهای تجارتی خور میبردن و یا صادرات و واردات داشتن، ضمن از این که اینها این کار میکردن به دعوت و تبلیغ میپرداختن، مردم رو به توحید دعوت میکردن، به اسلام دعوت میکردن و اکثر کسان هم به دستان مبارک تاجرا مسلمان شدن. اکثر کفار متاثر از اخلاق و روش، متاثر از روش و اخلاق تاجرین مسلمان بودن. ولی امروزه تاجر ما، البته یک تعداد تجار که خدا نخواسته باز برداشت بد نشن، یک تعداد از تجار ما اصلا اخلاق اسلامی در وجود زینا وجود نداره، به کیشه اسلام اصلا کار ندارن، حرکت از اینا کاملا خلاف اسلام، خلاف قرآن. رحم و شفقت یک از چیزهای مهمیه که الله تبارک و تعالی احادیث پیامبر بارهای بار تاکید کرده سر زی، ولی خدای پاک از دل زی تاجر چنان رحم و شفقت را گرفته که اصلا یادی نمیاد که می سرمایه‌ای که من دارم میره از کجا آوردم، من اول چی داشتم حالا چی دارم. به خانواده فقیر و بی‌بضاعت اصلا توجهی نمیکنن، اخلاق اسلامی رو ندارن، منش انسانی رو ندارن، میلیاردها پول دارن ولی نمیتونن اینا، خداوند این قفل دل از اینا رو بسته کرده که رحم و شفقت احتکار رو به اوج خرسوندن. به خاطر چی؟ چون اخلاق اسلامی رو ندارن و نفهمیدن.
کسی میگفت که در یک از کشورها تاجرای ما الان نمیفهم چقدر صحت داره و قوی ان شاید صحت داشته باشه، میگه به کارخانه رفته او خام خارجی میگفتم او خود کدوم کشور بوده، میگه تاجر افغانی که آمد برای ما سفارش داده می دارو بوده اگر چی بوده، همی گفته که این کیفیت زیر چند فیصد پایین تر بیار. من با تعجب گفتم که این وقت کیفیت زیر ما 10% یا 9% که گفته پایین بیاریم خود تأثیر نمیکنه. گفت شما به قصه تأثیر نشیم، شما کیفیت رو پایین بیارید به خاطر که چیکار شه؟ قیمتی ارزان تر بفته. ولی او همو دوار و همو دارور مثل یک گچ باری میاره به شهر به می هرات به می افغانستان وارد میکنه و به خورده انمو کارگر قریب میکنه که او صبح تا شام رق میرزونه و بیل میزنه، ولی وقتی که بچه از مریض میشه کودک و طفل معصوم خورمی ها رو پیش دکتر، دکتر هم همون دوار برای زود تجویز میکنه هیچ تأثیر هم نداره و تأثیرات منفی بیشتر میشه. پس ای به این خاطر است که ما او اخلاقی که باید یک تاجر مسلمان داشته باشه ما از وجود بعضی از تاجرهای ما رفته است، بعضی از تاجرهای ما خدا رو فراموش کرده، بعضی از تاجرهای ما از اخلاق اسلامی دور شدن، بعضی از تاجرهای ما رحم و شفقت ندارن و من یقین دارم که ایتو انسان ها روزی خداوند میگیره. نبات شراب بکلا شدید گرفت خدا سخت تاثیر کار خود در روزی تاثیر خود 100% به صلاح از مکافات عمل قافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو هر روز باشه دامن ایتو تاجرار میگیره. بدون شک میبینیم هم خیلی زیاد اتفاق افتاده که تاثیرات خود در همه دنیا هم گذاشته، مطمئنا چون وقت برنامه اجازه نمیده تاثیرات اخروی هم برای گران فروشی و احتکار بخصوص که در ماه مبارک رمضان و در شرایط سختی، یعنی شرایط سختی هست حاکم بر شهر و دیار ما، در این شرایط اگر باشه مطمئنا جزاهای سخت اخروی هم خواهد داشت. در آخرین لحظات هستیم و میخواییم که جناب مولانا در پایان بخش صحبت‌های ارزشمند شما امشب دعا هم داشته باشیم از شما طبق معمول و ما و بیننده‌های ما هم آمین بگیم تا اینکه این دعاها به اجابت نزدیک‌تر بشه. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا وصلاتنا وتراويحنا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سپاسگزار نگاه های گرم و صمیمانه همه شما بیننده های عزیز و گرانقدر خود هستیم. سپاسگزاریم که بیننده برنامه ما بودین. چون وقت به آخر رسیده و اجازه نمیده که من سپاسگزاری بکنم از دوستان، من نام نمیگیرم، از همه کسایی که همکار ما بودند و هستند در این برنامه در تهیه و نشر این برنامه سپاسگزاری میکنم. تشکر خداوند برای همه اینها اجر و مزد بشه. از شما هم طلب دعا دارم که دعا بکنین در حق ما و همکاران ما. تا برنامه دیگر همه شما رو به الله پاک و بی‌نیاز امانت می‌سپارم. شب و روز خوب و خوشی داشته باشین. مواظب خود باشین. از خالق آمرزگار